به نام ذات پاک الله. دوستای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوش هستم که امروز باز هم با یک برنامه دیگر از لولی جواری با در خدمت شما حاضر هستم. امید است تا پایان برنامه ما را یاری کنید. و دوستای گرامی، امروز باز هم طبق معمول ما با خود در برنامه مهمانی داریم که اونا یک شخص فعال هستن در جامعه. اونا معلولیت فیزیکی دارن اما افتخار معلولین هستن و در جامعه با تمام توانایی خود کار فعالیت میکنن تا مصدر خدمت به دوستان خود، همچنان به مردم خود، به خود و جامعه خود باشن. ما در ابتدا اینا رو خوش آمدید میگیم و ازشان خواهش میکنیم که به زبان خود خود به دوستا و بینندگان عزیز معرفی بکنن. تشکر خورک گرامی. بازم به نام خداوند و سلام عرض ادب از طریق تلویزیون دوست داشتنی شما میخوایم که به تمام هموطنان عزیزی که این برنامه شما رو میبینن از خداوند برشان سعادتمندیشان رو خواهان هستیم. اسم بنده انجینیر محمد یاسین اکپرست هستم، خادم سازمان ملی معلولین و رسه شهدا مهاجرین و مستضعفین افغانستان. سوالایی که به ارتباط موضوعات داشته باشین بنده در خدمت شما هستم. بسیار تشکر میکنیم که ما را در برنامه تان وقت دادین. خیلی ممنون. تشکر انجینیر صاحب، بسیار خوش هستیم که امروز شما را با خود داریم. شما یک شخصی که نه تنها برای اشخاص دارای معلولیت کار فعالیت میکنید، بلکه برای اشخاصی که بازماندگان شهدا هستند، همچنان مهاجرین هستند و اشخاصی که بعضی ضعف‌های اقتصادی و مشکلات دارن، با اونا شما سر کار دارین و بر از ما در جامعه فعالیت ها را انجام میدین. اکپرست صاحب، شما اگر در مورد از این که چی وقت و در اثر چی معلول شدین، یا در شهر کابل و یا در ولایت کشور در اثر چی معلول شدین؟ تشکر میکنم از سوال خوبتان. خدمت شما عرض کنم، بازم چون اسلام عزیز و وطن ما بالای تمام اتباع افغانستان ما حق دارن که از اسلام عزیز و از حبل و الوطن من الایمان وظیفه تمام ادباس که ما در هر نوع شرایط وظیفه ماست که از کشور اسلامی افغانستان، از حریم اسلامی افغانستان دفاع کنیم. چون روسای اسبق که در افغانستان لشکرکشی کرده بودند، یکی از وظایف نه تنها ما از تمام ادباع مسلمان افغانستان بود که ما در مقابل اجنبی های اسبق مبارزه و مجادله کردیم. ما از خداوند امیدوار هستیم که مبارزه و مجادله مجاهدین اصیل ما را مورد قبول درگاه خود قبول بکنه. بنده در سال 1366 در اسپین شگ، یکی از ولایت های جنوبی ما، در او وقت روسای اسبق در یک منطقه اراضی کشور ما لشکرکشی کرده بودند. چون مجاهدین وقت زمان، پیشتر هم عرض کردم که از حراست و از نوامیس ملی اسلامی افغانستان چون وظیفه ما بود دفاع میکردیم، با جنگ روحانویی که با دشمنان اسلام و میهن ما معلول شدیم، این یک افتخار برای امت مسلم و بر افغانستان ما بوده. این بر خود یکی از فرایض اسلامی خود میدارم. اکبر صاحب، شما واقعا افتخار ملت هستین، افتخار مردم ما هستین و خدا هر جشن نصیب شما بکنه. و دو وقتی که شما معلول شدین، اکبرست چی احساس کردین وقتی دیدین که در ابتدا پایتان قطع شده بود یا بعدا پای شما قطع شد؟ چی احساس برتان رخ داد؟ اصلا چون کسی که عشق خدا، بیشتر هم عرض کردم عشق خداوند و عشق وطن دوستی در وجودش باشه، مانند عزیز که یک پروانه که در مقابل شمع روشنی که هر چقدر بالاش میسوزه دوگام میتپه. بنان در او وقتی که من معلول شدم فکر میکردم که در آینده در مسیر ختمه شد که ما به خاطر قانون شریعت قرآن محمدی در افغانستان نافذ شوه، در اوجه ما در بین اجتماع مردم به نامهای کسایی هستیم که خادمین اسلام بودیم و جان شیرین ما که یکی از اعضای وجود ما قربانی ملت و اسلام عزیز شده، این مایه افتخار ماست. ما کدام از نگاه مادی تر فکر نمی کردیم که ما معلول هستیم. فعلا هم
من از خداوند منان شکرگزار هستم که از مو تاریخ تا فعلا تقریبا 27-26 سال میشه معلول شدیم، چون پروردگار رب العزت میفرماید که من رزق میتونم، چون خداوند بر ما رزق داد. بعد از اون که من معلول شدم در کالج یا پنتون هم در کشور پاکستان مورد تحصیلات خود با پایان رساندم، بنان سال 71 دوباره به کشور عودت کردم و به خاطر از اینکه من از قشر آسیب‌پذیر معلول هستم، چون که شاعر در این ارتباط یک شعر سروده میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چون عضو به درد آرد روزگار دیگر عضوا را نماند قرار. تو که ز محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. بنان به خاطر از اینکه من معلول بودم خواستم که از بطن جامعه به خاطر همین قشر مستضعفین مهاجرین و معلولین یک سازمان در سال 1381 تأسیس کردیم و سال 1381 تا فعلا همین سازمان ملی معلولین و رسه شهدا و مهاجرین مستضعفین ما در بخش های مختلف تلاش های داشتیم. امیدوار هستیم که خداوند برای ما اجر بده. اگر سوال داشته باشین بنده در خدمت شما. تشکر، بسیار مفکوری خوب، بسیار شما واقعا یک احساس خوب دارین در برابر وطن، در برابر مردم خود آقای اکبر است. و به نظر من دیگه باعث شد که می معلولیت شما، چون شعر سرودین رب داره به می موضوع، شما می سازمان را جور کردین و خواستین که اشخاص دارای معلولیت با هم انسجام بسازین. و در این سازمان شما به چی تعداد اشخاص دارای معلولیت راجستر است و آیا خانم هم است یا صرف طبقه ذکور شما ثبت راجستر سازمان دارین؟ تشکر، سوال بسیار خوبی شما کردین، چون پروردگار جل جلاله در این کره زمین خاکی زن مرد مطابق به قانون شریعت حقوق داده. بنان سازمان ما را مطابق به قانون فعلی که در راست وزارت عدلیه دولت جمهوری افغانستان است، اما اساسات و اساسنامه‌ای که ما بودیم به همگان ما احترام داریم. به ارتباط سوال شما میخواستم عرض کنم تقریبا در مرکز و ولایت، چون نمایندگی های ما که داریم و در شهر کابل در نواحی مختلفه و ولسوالی هایش نمایندگی های داریم که تقریبا معلولین ما اگر در مجموع صحبت کنیم در شهر کابل عزیز ما از سازمان های مختلف تقریبا به 1,20,000 و 1,30,000 در شهر کابل معلولین ما با مشکلات زیاد مبارزه و مجادله با زندگی دارن. بنان این فریضه خود من میدانم ما بتانم مومدهی از این قشر آسیب پذیر اگر خدا خواسته باشه بر زیاد تمام عرصه ها، اگرچه فعالیت های ما کردیم اجرش از رب العالمین میخوایم. باز از طریق تلویزیون شما چون برنامه بسیار خوب است، با مشکلات و پروبلم های ما مواجه بودیم. ما تلاش های در بخش های مختلف با اردان های زیر ربط دولت داشتیم، چون کارکردگی ما چون به خاطر زیخی وقت ما اگر وقت برنامه های آینده تان باشه انشالله کارکردگی 10 سال خود ما از طریق همین تلویزیون دوست داشتنی شما شاید به گوش هموطن های عزیز و ارگان های زیر ربط موساد و انجوها خواهد برسنه. تشکر آقای اکبرست. شما به طور بسیار خلاص در مورد از اینکه همون فعالیت هایی که انجام دادی اگر نام بگیری که چی فعالیت ها صورت گرفته تا اکنون؟ فعالیت های مختصره که ما در طول از سال 1381 با آمدن نظام فعلی که تا فعلا انقریب در خط میشستیم، تلاش های مختلف در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی انجام کردیم. بنان تلاش های ما تا جای مثبت بوده تا جای منفی بوده. میخواستم از طریق تلویزیون شما بخش های منفی مثبت عرض کنم، چون سال 1382 19 ثور با رئیس جمهور ما ملاقات داشتیم به ارتباط مشکلات جامعه معلولین و رسی شهدای افغانستان. بنان از او کار کردگی ها
الحمدلله نه تنها بنده عقل‌پرست بلکه یک تعداد معلولین جانبازای عزیز ما مبارزین ما که به خاطر حقوق مادی معنوی از با هم مشترکن تلاش های کردیم از او دستاورد ما در شهر کابل ولو ولایت عمو فرمان رئیس جمهوری که برای قشر آسیب پذیر معلولین ورثه شهدا 5% نمرات رهایشی که ما به دست آوردیم برانوا توزیع شد. این یک مایه افتخار است و کارکردگی بخش های مختلف در بخش تعلیم تربیت صحی ما بسیار تلاش کردیم که یک تعداد خواهرای عزیز ما را و برادرای معلول ما را که از سواد و علم دانش باز مانده بودند چون اموز که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که این یک فریضه خداوندی است که اگر زن مرد می باشه مطابق به قانون خداوندی علم بیاموزه. بنان فریضه ما بود که دوستای عزیز ما همی برادرای معلولین از طبقه اونا سوزو کوره در تمام عرصه ها با سطح رهبری وزارت معارف و کورسای مختلف سواد آموزی را ما تلاش های کردیم. الحمدلله نتیجه خوب داد. در بخش صحی ما بسیار تلاش ها کردیم که یک تعداد معلولین ما که ناعلاج بودن در خود وطن عزیز ما علاجشان از طریق وزارت صحت آمد در شبخانه نمی شد و بیرون از کشور از مقامات عالی ریاست جمهوری احکام گرفته اونوار رو بر تداوی بردیم که یک تعداد برادران ما در کشور ترکیه که ما سال گذشته به ترکیه بردم یک دو سه برج عمودی در ترکیه اونوار رو مفصلای مصنوعی برشان انداختن امپریشن بگویم یا عملیات بگویم. یکی از وظایف ما بود که همراه برادرها حضور فیزیکی بنده بود که رفتیم در روز تداویشان کردیم چون خدمت به خلق الله وظایف تمام ادوای کشور خصوصا از مسلمان ها چون الحمدلله ما مسلمان هستیم این وظیفه ماست که بالای خواهرها برادرها ما در بخش های مختلف و در بخش کاریابی خدمت شما از طریق تلویزیون شما عرض کنم تلاش های خسته ناپذیر با وزارت کار امور اجتماعی کردیم. اگرچه شما از طریق امواج میدیا یا تلویزیون های خصوصی شنیدین که معلولین تظاهرات داره، معلولین هیچ چیز داره، چون خواست ماست. ما حق خود از دولت مردای عزیز خود از حضور جامعه جهانی که در افغانستان عزیز ما آمدن در بخش‌های مختلف تلاش کردیم. پیشترم عرض کردم فکر می‌کنم که یک تعدادش نتیجه مثبت منفی داد. در بخش‌های نتیجه مثبت منفی موضوعات سیاست و موضوعات اگر بحث کنیم ساعت‌ها بحث صورت می‌گیره. خب کارکردگی ما الحمدلله بسیار از خداوند شکرگزار هستیم، این توفیق خدا بر ما داده. بنان با پارلمان محترم در بخش حقوقی که به نام ماش بوده که قبلا برای یک معلول ما چی از طبقه و ناس و دکور و ورثه شهدا از 300 افغانی بالاخره به 700 در برج بوده تا 1500 تا 1800 که سال گذشته هموطنهای عزیز ما در یک سال 18000 افغانی میگرفتن چون ما با پارلمان محترم چی در سنا بوده چی در غیر سنا مفاهمه و دیالوگ با وکیل صاحب با کمیسیونهای زیرب چیشتیم مفاهمه و دیالوگ کردیم. امی سال فیلی یک تعداد معلولین ما امی حقوقی که برشان دادن تا فیلن ما با حقوق هم قبول نداریم. بنان به خاطر از اینکه بر معلول ما در یک برج 5000 افغانی به نام ماشی حقوق میده چون وکیل صاحبایی که در پارلمان محترم و دولت مردای عزیز ما هستند اینها یک لگ 50000 تقریبا 2 لگ افغانی ماش میگیرن چون دموکراسی اصلا در اسلام است. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است چیزی که به خود دوست داری برای دیگران. بنان نمیفهم کمیسیون های زیرب و یک تعداد وکیل صاحبایی که ما احترام عمیق برشان داریم اونها در بخش های مختلف دلایل منطقی و غیر منطقی بر ما ارائه کردن گفتن که چون جامعه جهانی بر ما پول بودجه نمیده در بخش حقوق معلولین ما هم برشان مفاهمه و دیالوگ کردیم چون معلول هم عضو از جامعه افغانستان است. وقتی که یک برادر وکیل صاحب ما با این ماشایی که فعلا دولت یا از بانک جهانی میگیرن تقریبا 2 لک یا 1.5 لک افغانی غیر از این مسائل ترانسپورتیشن و یا پایشان
خرچه دسترخوانشان معلول هم یک انسان است. بله. عین مو خواصی که یک برادر جور یک وکیل صاحب داره، یک وزیر صاحب که در دولت جمهوری کار میکنه، یک معلول هم یک انسانه. بنان تا فعلا ما با مشکلات مواجه هستیم. الحمدلله و المنه در پارلمان قانون یک تعداد مادهش تعدیل شده بود. در موضوعات نمرات رهایشی برای معلولین افغانستان تو رایگان شد و بلاکایی که چند روز پیش با وزیر صاحب شهدا و معلولین آمنه افضلی که خانم میربان است، من بسیار احترام دارم چون زن مادر است، خواهر است، احترامش زیاد دارم. بنان کارکردگیش کم ضعف داره، نمیفهم برداشت ما است که مشکلات شاید مسائل سیاست دولت باشه. ما برای خانم افضلی چون وزیر شهدا و معلولین است، ما برایشان به صراحت گفتیم که مسئول است، مسئولیت بله که یک استراتژی شفاف، یک پلان به خاطر معلولین افغانستان. ما نمیخوایم که ما فرهنگ گدایی را بر ما بتن، ما میخوایم که فرهنگ کار مشیت درست بر ما. اگر جسما یک پای دست ما قطع است، میتونیم که در یک فابریکه بگوییم که به اصطلاح غربی ها بگوییم اینیا پروپوزر های دراز مدت جور کنن، پند بودجه از جامعه جهانی بگیرن، کار بنیادی پر... یعنی صورت بله پروژه های دراز مدت جور کنن در تمام عرصه های مختلف. معلول هم میتونه دوشا دوشه. بله. برادرای انسان هایی که الحمدلله صحتمند هستند، میتونیم در دوایر رسمی، در فابریکه ها، در بخش های مختلف فعالیت کنیم. ما بیشتر براتان عرض کردم شعر سعدی صاحب، تو که ز مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. کسایی که ما را به نظر حقارت میبینه، اصلا فکر میکنم که از روز ازل، از روز میثاق، از روزی که خداوند ما را پیدا کرده، ما به خداوند خود عمو ایمان داریم که خداوند به این نسب بدن ما هم مسئولیت خانوادگی داریم. به طور مثال من میخوام خدمت شما عرض کنم، یک معلول 10 نفر اعضای فامیلش است و انسانهای صحتمند هستند، اما این قهرمان است به این معنا که میخواد تلاش کنه عمو فرزندای خود به جامعه تقدیم کنه، تعلیم تربیت کنه، مسائل لوجستیکی و مسائل تعلیم تربیتش، مسائل صحتش به هر شکل میشه، چون پدر رئیس فامیل است. نمیفهم که رئیس جمهور پدر معنوی از این کشور عزیز ماست. ما بسیار بخشای مختلف پلان ها را پیشنهاد کردیم، تا فعلا به او اهداف اصلی خود نرسیدیم. امیدوار هستیم که رئیس جمهور جدیدی که در روی صحنه میه به یاری خداوند، که تمام مشکلات معلولین، این مشکلات معلولین برای شما خانم کویستانی عرض کنم که میثاق بین المللی، که مائده میثاق بین المللی که کنوانسیون های مختلف دنیا ضرور امضا کردن، دولت آینده افغانستان جامعه عمل بپوشانه. اگر همین میثاق بین المللی که به ارتباط جامعه معلولین است تطبیق شما، یک مشکلات نداره. آقای اقبرست، شما گفتم میتونین وقتی که همین فعالیت هایی که شما انجام دادین برای اشخاص دارای معلولیت، شما باز روال گرفتین و خبر دارین که چی تغییرات در زندگی ای اشخاص آمد و ای اشخاص از فعالیت شما، از کارهای شما تا چی اندازه راضی هستن؟ تشکر خانم کویستانی، سوال خوب کردین. سوال شما چهار بخش داره، چون ببینین مشکلی که جامعه معلولین یا قشر آسیب پذیر در افغانستان عزیز داره، این مشکل نهایتاً زیاد است. بنابراین مثل که یک مریضی که به مرض سرطان مواجه باشه، دکتر مالج ایره اول تحت پوشش تداوی قرار میده، اما معایناتی که برای این ضرورت است، فکر میکنم تا وقتی که این اپریشن یا عملیات میشه یک وقت زمان در بر میگیره. بنابراین فعالیت هایی که ما کردیم از طریق موسسات زیرب یا دولت مردای ما، آن چیزی که لازم بوده صورت نگرفته در بخش های مختلف. به خاطر از اینکه من خدمت شما عرض کنم، یک معلول ما چون چی از طبقه اوناست چی ذکر سر خوده، از صنف اول تا رسیدن به صنف فارغ شدن صنف 12، بعد از او به کالج یا به پنتون ها
ای بسیار فکر کنید که یک باغبانی که یک درخت مسمر میخواهد که در زمین غذ کنه تا که درخت مسمر به ثمر میرسه، ای بسیار وقت و خود باغبانم یکی از اعضای وجود فیزیکیش قطع باشه، ای بسیار با مشکل است، چون زیر بنای هر حرکت اقتصاد است. چون معلول عزیز ما که در جامعه فرزندای صدیق خود که تقدیم میکنه یک قهرمان است. یکی قهرمان، قهرمان رو با دو نوع است. یکی قهرمان اصیلی که از کالج اصیلی که از خانوادگی تعلیم تربیه درست اسلامی میته، چی معلول باشه چی غیر معلول، یک مسلمان واقعی به جامعه تقدیم میکنه، این یک قهرمان است. یک کسی که خدای ناخواسته برخلاف فرهنگ اسلامی ما یک انسان لاوبالی بر جامعه تقدیم میکنه، این فکر کنید قهرمان ما رو نمیگن، او رو شخص میگیم که بار دوش جامعه، بار دوش جامعه را چی میکنید که یک میکروب جامعه هسته. بله. بنان تلاشایی که ما در بخشای مختلف کردیم، فکر کنید که در یک از یک بحر یک قطره آب بگیری بالای یک مریض که 10 روز اصلا آب ننوشیده، وجود از او با آب چند لیتر آب ضرورت داره، بین شکل مبارزه ما ناچیز بوده. امیدوار هستیم، پیشتر هم عرض کردم از طریق تلویزیون دوست داشتنی شما، که دولت مردای عزیز ما در آینده به خاطر مشکل جامعه معلولین که میثاق بین المللی که تمام کشورهای دنیا او کدراسون جامعه معلولین دنیا که در تمام دنیا حل شده، امو میثاق بین المللی را چون دولت اسلامی افغانستان او را امضا کرده و در آینده جامعه عمل بپوشانه. وقتی که جامعه عمل پوشید در تمام عرصه ها معلولین مشکل نداره، در بخش تعلیم تربیه مانند سایر. حال ببینید که معلولین ما مشکل داره، یک معلول ما از طبقه اوناست. من در دسترس دارم که خانم بوده بچه خود بچه مشکل فارغ صنف 12 کرد، او بچهش نصف روز درس میخوان، نصف روز میرفت کار شاقی انجام میکرد، می آورد یک لقمه غذای بر فامیل بر مادرش که معلول بوده، غیر از او که معلول بوده او یتیم بوده، بر از او پول به شکلای می آورد که مادر و خود چند اعضای خانواده خود تغذیه میکرد. یک فرزند معلول که از خانواده شهید هم بوده و خود مادرش رئیس فامیل معلول بوده، بنان او بچگک نتونست که در کالج یا در پنتون کابل امتحان بده. چون ما نمیخوایم دولت مردار در تمام عرصه ها بگویم که فساد است، از فساد زیاد است در کشور ما، چون ما یگانه انتقادی که داریم از طریق تلویزیون شما، امیدوار هستیم که صدای ما رو بشن. وزیر صاحب تحصیلات عالی که قش راسی پذیر همین جامعه معلولین ما که فرزندایش در پنتون همین سال فیلی که امتحان دادن، فکر میکنم اگرچه نتیجه خوب داد بازش قناعت بخش، ما قناعت نداریم. امیدوار هستیم که وزیر صاحب تحصیلات عالی برای اولاد معلولین ورثه شهدای گلگون کفن افغانستان که امتحان کنکور دادن، نتایج به حساب روابط است، به حساب شناخت و بعض مسائل رشوه و ایگپاس، یک تجدید نظر کنن. اگر وزیر صاحب تحصیلات عالی نکنه، اینمی یک لک جوان عزیز ما که فعلا امروز بار دوش از این کشور مانده، امیدوار هستیم که یک استراتژی شفاف در بخشای مختلف داشته باشند، کمی جوانای عزیز سرمایه از کشور عزیز ما هستند. تشکر، امید از آقای اکبر از مسئولین صدای شما را شنیده باشند و می قانون و خصوصا قانونی که نافذ شده و توشیح شده، اما تا هنوز هم بعضی هموطنان ما تماس میگیرن و خودم هم در جریان هستم، چون خودم هم یک شخص معلول هستم و در جریان هستم که تا به حال جامعه عمل نپوشیده و این قانون تا حال تطبیق نشده و همچنان تعدیلاتی که در این قانون آمده، مدرس معلومات هم ندارم آقای اکبر از تعدیلاتی که آمده، شما یکی دوتایش بیان کردین، ولی بعض دوستان میگن که امی تبعیض، تبعیض که یعنی معلول جنگی، معلول مادرزاد و یا طبیعی، بین از اینا بسیار فرق است. همچنان معلولینی که در از سابق هستن بر از اینا امتیازات کم در نظر گرفته شده و او اشخاصی که در این زمان یا در این شرایط فعلی و در این 10 سال اینا معلول شدن، بر از اینا امکانات خوبتر و امتیازات خوبتر در نظر گرفته شده. اینا وقتی در جامعه کار میکنن، فعالیت میکنن و با مردم خود اینا
خصوصا اشخاص دارای مالیات زیادتر در نهاد از اینا هست، اینا با چی مشکلات عمده و اساسی مقابل میشن و برخورد مردم جامعه با اینا چگونه است؟ واقعا فراز بفرمایید. سوال بسیار خوب کردین. میخواستم به ارتباط سوال شما دو جز داره احترامان عرض کنم. اینکه خب مشکلات در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی ما داره. بنان امیدوار هستیم که از طریق تلویزیون ملی و تلویزیون های خصوصی یا رسانه های حقوق جامعه معلولین بالای تمام اتباع افغانستان مطابق به قانون شرعی از طریق برنامه های تلویزیونی نشر شوه و هموطن های عزیز ما مستفید شوند. موضوع دومی که شما پیشتر سوال کردین، معلولین افغانستان نه تنها در بخش اقتصادی، در بخش های مختلف بسیار مشکلات داره. بنان معلولین ما داریم که به نام های مختلف مردم به نظر حقارت همی معلولین ما رو میبینن. بنان در یک خانواده، مثال در یک خانواده جور، یک فرزندش معلول است، پاش قطع است یا در اثر جنگ شده یا در اثر مریضی، به نام لنگ، به نام شد، به نام اینها، چون اصلا اسلام عزیز برای ما اجازه نمیده. میخواستم خدمت شما، باز شاعر یک شعر میگه، میگه بد از هر چی نگدان باشد، سگ از هر چی پاسبان باشد. کلمه بد است. امیدوار هستیم از طریق تلویزیون دوست داشتنی شما همچو فامیلایی که اعضای فامیلشان، یکی یا فرزندایشان یا خواهرایشان یا پدرایشان که پایشان قطع است، این به نام های زشت یاد نکنن، بگوین معلولین عزیز. هر شخص از خود نام داره، بله. نام خودش باید یاد نامش چهار. احمد، محمود، بله، کلبی، بله. اکس، وای، زد، این نام ها رو بگیرن. این معلول که شده ما گناه نکردیم، چون خداوند پاک جل جلاله ارادهش می بوده. بله بله. ما از خداوند دعا میکنیم که در افغانستان جنگ خشونت گلمش برداشته شوه، در افغانستان صلح و آرامی، یک دولت اسلامی واقعی باشه که جلو خشونت و جنگ از بین بره. دیگه معلولین روز به روز به دنیا میان، روز به روز می خشونت جنگ، هزاران هموطن ما در یک سال دو سال معلول میشه، بار دوش از جامعه میشه. چون پیشتر سوالایی کردین، وزارت کار یکی از مکلفیاتش است که پیشتر خواهر فرشته سوال کردن که معلولین بدون تبعیض لسانی و مذهبی و در فرمان مصوبه شورای وزراست که معلولین 7% در تمام امورات حق اولیت دارند. اما نمیفهم که وزارت کار امور اجتماعی ضعف اداره زیر ربطشان است که مثل خواهر فرشته و دیگرهایی که تحصیلات عالی میکنند اینا را به پشانی باز در ادارات بپذیره، مقرر شون، تشویق شون که بفهمه که معلولین افغانستان خانه دارن. یعنی بنان دولت، رئیس جمهور پدر تمام اتباع کشوره، بفهمه که همه طور پدر ما داریم. اگر رئیس جمهور فرمانش تطبیق نمیشه، این ضعف ادارات زیر ربطشان است. آقای فرست، وقت نظریاتی که شما گفتین، صحبتهایی کردین، بسیار صحبتهای جامعی، بسیار صحبتهای خوب. و هر قدر که ما بخواییم امروز شما صحبت کنیم، از گپ های شما بشنویم، از فعالیت هایتان و از یک دلسوزی برای این اشخاص دارین، وقت یعنی هیچ خسته نمیشیم. اما چون وقت برنامه ما کم است، ما انشالله در برنامه های بعد اطمان از شما دعوت میکنیم که بازم گفتنی هایی که مانده شریک بسازین. و در اخیر آقای اکبر است، یک پیام برای خود معلولین داشته باشین شما که در جامعه وقتی کار میکنن و یا دست فروشی میکنن یا در بعض ازگاهای موترها اینا هستن که کار فعالیت میکنن، برای ازنا شما چی پیام دارین و چی گفتنی دارین؟ اصلا خب پیام حق پرست نداره، پیام اسلام عزیز برای ازیا داره. اسلام عزیز برای ما میگه که شما اخلاق اسلامی داشته باشه، معلول باشه یا جور باشه یا غیر جور. ببینید در کشوری که تعلیم تربیه نباشه اصلا اون کشور مرده است. بیشتر شما گفتین که یک تعداد معلولین ما علتهای مختلف است که خشونت میکنن در اجتماع و جامعه. امیدوار هستیم از طریق همین تلویزیون دوست داشتنی شما صحبتهای ما رو بشنون. راه حل خشونت نیست. امیدوار هستیم که یک تعداد معلولین عزیز ما
که در بخش‌های مختلف اجتماعی مشغول کار و اهل کسب هستند، اخلاق اسلامی را مراعات کنند، مطابق به اخلاق اسلامی با تمام هموطنان عزیز باز هم با اخلاق اسلامی رویه خوب کنند. چون اگر ما با اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر بریم، خداوند جل جلاله در قرآن عظیم شان صفت پیغمبر ما شمار میکنه که در روز ما میخواهیم که این آیه مبارکه را خدمت هموطنان عزیز عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار رحما بینهم. ترجمه از این آیه مبارکه است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود با تمام مسلمانان یک دیگر خود بسیار به نام های خوب را یاد میکردند، اما در مقابل کفار و مشرکین یک نوع تبعیض داشتند. به خاطر دوستی از او، به خاطر خدا بود، دشمنی از وارم به خدا. امیدوار هستیم که دولت اسلامی افغانستان یک مسلمان یک برادر خود میبینه، اگر معلول هستی بگو برادر سلام علیکم، جور هستی، صحت، اگر مشکل داری با اداراتی که میری اخلاق اسلامی داشته باشن، اگر خدمت نمیتونه حداقل اذیتش نکنه، اذیت نکنه. بازم هر هموطنای عزیز ما که با همچون مشکلاتی که مواجه میشن، لمبر بنده در خدمتشان است. امیدوار هستیم که ما و برادرای معلولین ما را توسعه اسلامی کنیم. باز اگر به توسعه نشد، چون ادارات زیربط هست که او را مجازات شود. من از سطح رهبری تلویزیون شما تشکری میکنم و از برنامه شما. بازم اگر پای ما زشت تمام شده باشه، از خداوند منان مغفرت میخوایم که پروردگار ماست، همه بخشش خدا میکنه و شما بخشش میخوایم. خیلی ممنون، تشکری میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و وقت گرانبهایتون رو صرف کردین. بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما. دوست عزیز، این بود برنامه امروز. تا تقدیم برنامه آینده و دیدار آینده، هر یک شما را به الله متعال می سپارم. خدا حافظ دوستان.